سلام خدمت شما شاگردهای عزیز و نازنین، امیدوار هستم که تنتان سالم باشد. شاگردها امروز درس پنجم از فصل دوم کیمیای صنف 9 را در خدمت شما عزیزان هستیم. نمبر ارتباطی برنامه را از یاد نبرید: 20964780255413. از این طریق میتونید با ما ارتباط برقرار کنید و کار خانگی و سوالها و پیشنهادات خود را برای ما روان کنید. شاگردای عزیز نازنین، با آغاز درس امروز با ما همراه باشید. امروز ما و شما می‌خواهیم در رابطه با هایدروکاربن‌های صحبت کنیم که اگر یادتون باشد در جلسه پیش در درس‌های قبلی در رابطه با الکان‌ها با شما کار کردیم و صحبت کردیم. امروز می‌خواهیم الکین‌ها و سایکلو الکان‌ها را با هم کار کنیم و برای شما مثال بزنیم و ویژگی‌های هر ساختاری هر کدام از این مرکبات را برای شما بگیم و کار کنیم. یک کار خانگی هم براتون میتیم که برای خانه حل کنید. خب اگر یادتون باشه در جلسه پیش در رابطه با یک تقسیم بندی داشتیم در رابطه با هایدروکاربن ها. برای شما گفتیم که هایدروکاربن ها به دو دسته با توجه به ساختارهایی که داره به دو دسته منقسم میشد. به دسته الیفاتیک ها و اروماتیک ها. که الیفاتیک ها باز خود با توجه به ساختارها و ویژگی هایی که داشت به چند دسته منقسم می شد: الکان ها، الکین ها، الکاین ها و سایکلو الکان ها. که الکان ها را ما و شما با هم کار کردیم در جلسه پیش. ما یاد گرفتیم که الکان ها به هایدروکاربن هایی گفته می شد که رابطه اشتراکی ما بین اتم های کاربن یک رابطه اشتراکی یگانه بود و یک نوع هایدروکاربن مشبوع بود، یعنی در تعاملات کیمیاوی دوست نداشت که شرکت کند، مشبوع شده بود. و همچنان خواص فیزیکی الکان ها را با هم کار کردیم. گفتیم که زمانی که الکان ها با اکسیژن هوا یک جای می شد برای ما یک شعله آبی رنگ را به همراه مرکبات کاربن دای اکساید و آب تولید می کرد. در رابطه با نقطه قلیان الکان ها با هم گپ زدیم، صحبت کردیم، گفتیم با ازدیاد اتم های کاربن نقطه قلیان و ذوبان الکان ها بیشتر می شود. امروز ما شما می خواهیم در رابطه با الکین ها و همچنان سایکلو الکان ها صحبت کنیم. یاد خواهیم گرفت که الکین ها به چه مرکباتی گفته می شود و سایکلو الکان ها چه قسمی مرکبات می باشه و دارای چه ویژگی های است. و اما سایکلو الکان ها چگونه مرکبات است؟ سایکلو به معنای حلقه می باشد. الکان ها هم به هایدروکاربن های گفته می شه که رابطه اشتراکی ما بین اتم های کاربن یک رابطه اشتراکی یگانه است. پس بنابراین سایکلو الکان ها به الکان های گفته می شود که اتم های کاربن به شکل حلقه به همدیگر وصل شده باشد. فرمول عمومی قسم مرکبات CnH2n می باشد. N تعداد اتم های کاربن برای ما مشخص می کند و همچنان 2n تعداد اتم های هیدروژن در ساختار در فرمول برای ما مشخص می کند.
مثال هایی که فرمول هایی که برای شما در این قسمت آوردیم ساختار سایکلو الکان ها را برای ما نشان میده. اگر به ساختار اول دقت کنید، اگر الکانی داشته باشیم که دارای 3 اتم کربن باشه و این 3 اتم کربن به شکل حلقه به هم دیگه وصل شده باشه، یک سایکلو الکانی را تشکیل میده به شکل مثلث که در این قسمت شما مشاهده میکنید. یا مثال دوم نگاه کنید، اگر الکانی با 4 اتم کربن داشته باشید، این 4 اتم کربن به شکل حلقه به هم وصل شده باشد، یک ساختار به شکل مربع را برای ما تشکیل میده که در این ساختار شما شکلش را براتی مشاهده میکنید. یا اگر الکان ما دارای 5 اتم کربن باشه شاگردان، این 5 اتم کربن به صورت حلقه به هم وصل شده باشد، یک سایکلو الکان را برای ما تشکیل میده که دارای 5 ضلع میباشد. خب این مثال هایی بود از سایکلو الکان ها که ما و شما یاد گرفتیم. حالا میخواییم ببینیم که چه قسمی ما میتونیم یک سایکلو الکان نامگذاری کنیم. همونطور که نامگذاری الکان ها رو یاد گرفتیم، میخواییم نامگذاری سایکلو الکان ها رو هم یاد بگیریم. نامگذاریش به این قسم است که اول کلمه سایکلو به معنای حلقه رو نوشته میکنیم و بعد از اون نام الکان مورد نظر را با پسوند ANE که مشخصه مرکبات الکان ها می باشد نظر به تعداد اتم های کربن نوشته میکنیم. خب در این رابطه یک سوال کار میکنیم با هم. سوالی قسمی است، بر شما گفته شده که نام سایکلو الکان های زیر را نوشته کنید. بر شما دو تا ساختار داده شده است که این ساختارها را ما بر روی تخته‌سیاه نوشته میکنم، شکلش را میکشم و با کمک هم یک جای نام این مرکبه نوشته میکنیم. خب ساختارهایی که براتون داده شده به این قسم است. ساختار اولیه به این صورت است. CH2 ساختار دوم به این شکل می باشد. خب حالا می خواهیم نام سایکلو الکان ها را که یک ساختار حلقوی داره با هم مشخص کنیم. ساختار اولیه گفتیم در نامگذاری سایکلو الکان ها اول کلمه چی رو نوشته میکردیم؟ کلمه سایکلو. خب بعد از اون نام الکان مورد نظر، نظر به تعداد اتم های کربن. نام الکانی با 3 اتم کربن اگر یادتون باشه در جلسات پیش یاد گرفتین نامش میشد پروپان. پس در این قسمت نام پروپان رو نوشته میکنیم با پسوند ANE. خب پس نام مرکب اول من میشه سایکلو پروپان. مرکب بعدی رو نامگذاری میکنیم، باز کلمه سایکلو رو نوشته میکنیم چون ساختار حلقوی است. سایکلو. و بعد از اون نام الکان مورد نظر، نظر به تعداد اتم های کربن. نام الکانی با 4 اتم کربن می شود بیوتان. پس نامش را در این قسمت نوشته می کنیم. با پسوند ANE. این میشه نام سایکلو الکان های مورد نظر که با هم نوشته کردیم. خب شاگردای عزیز، شما در این قسمت آشنایت پیدا کردید با سایکلو الکان ها. یاد گرفتیم که سایکلو الکان ها یک ساختار حلقه است که رابطه اشتراکی ما بین اتم های کربن یک رابطه اشتراکی یگانه است. بعد از او یاد گرفتیم نامگذاری سایکلو الکان ها را. تا به اینجا شما با هایدروکربن های مشبوع آشنایت پیدا کردید.
در درس های قبل با الکان ها که یک نوع هیدروکربن مشبوه بود و در امروز هم تا به این قسمت سایکلو الکان ها را که یک هیدروکربن مشبوه است یاد گرفتید. قسم دیگری از هیدروکربن ها هیدروکربن های غیر مشبوه می باشد که در ادامه با هم کار می کنیم که به هیدروکربن های غیر مشبوه چه قسمی هیدروکربن هایی می باشد و دارای چه خصوصیات و ویژگی هایی است. در ادامه با من همراه باشید. و اما هیدروکربن های غیر مشبوه، همونطور که از نامش پیدا هست شاگردا، غیر مشبوه به این معنا که مشبوه شده نیست. به هیدروکربن هایی که در ساختمان آنها به طور حتم یا رابطه دوگانه وجود داره یا رابطه سگانه، به این نوع هیدروکربن ها هیدروکربن های غیر مشبوه گفته می شود. مثال هایی که بعض هیدروکربن های غیر مشبوه در زیر براتون زدم دقت کنید. در مثال اول که یک نوع هیدروکربن غیر مشبوه می باشد، چرا؟ چون رابطه‌ای که ما بین دو اتم کربن وجود داره یک رابطه دوگانه است که به هیدروکربن های غیر مشبوه که رابطه دوگانه در ساختار آنها موجودیت داره ما الکین گفتم میشه. مثال دیگه که براتون مثال دوم زدیم دقت کنید. در ساختار فرمول در بین دو اتم کربن رابطه اشتراکی سگانه موجودیت داره، پس یک نوع هیدروکربن غیر مشبوه میباشه. با هیدروکربن هایی که رابطه سگانه ما بین اتم های کربن وجود داره ما الکاین گفته می شود، که امروز الکاین ها رو ما و شما کار نمی کنیم و فقط امروز می خواهیم در رابطه با الکین ها با شما صحبت کنیم که الکین ها چی است، دارای چه خصوصیاتی است و چه قسمی نامگذاری می شود. و اما الکین ها گفته می شود به هیدروکربن هایی که رابطه اشتراکی ما بین اتم های کربن یک رابطه دوگانه باشه را ما به آن الکین میگیم. در فرمول الکین ها پسوند ANE که با رنگ دیگه هم براتون نمایش داده شده است نوشته میکنیم. در الکان ها اگر یادتون باشه پسوند ANE را ما نوشته میکنیم. در الکین ها پسوند ANE را خوب به آن دقت کنید که مشخصه الکین ها میباشد. فرمول عمومی که مرکبات داره CnH2n هست، مشابه فرمول عمومی سایکلو الکان هاست که n تعداد اتم های کربن برای ما نشان میده و 2n تعداد اتم های هیدروژن. ساده ترین نوع الکین ها مرکبی است به نام اتیلن که رابطه ما بین اتم های کربن یک رابطه اشتراکی دوگانه است. این مرکب بسیار مرکب پرکاربرد میباشه که در صنعت زراعت برای رسیده شدن و یا پخته شدن میوه‌جات استفاده می شود. شما وقتی که یک میوه را از یک شهر به شهر دیگر انتقال می دهید، برای جلوگیری از خراب شدن میوه می توانید میوه را به صورت خام و نارس برداشت کنید و به او گاز اتیلن را تزریق کنید و در مقصد که رسید می توانید یک میوه رسیده و تازه برای شما داشته باشید. پس این شد ساختار الکین ها. حالا در ادامه می خواهیم ببینیم که الکین ها دارای چه خصوصیات و ویژگی هایی می باشد. سه مرکب اولیه سلسله الکین ها که تعداد اتم های کربن آنها بین 2 الی 4 اتم کربن می باشد به شکل گاز یافت می شود. با عنوان مثال، اولین مرکب یا ساده ترین مرکب از خانواده الکین ها اتیلن می باشد با 2 اتم کربن که در صنعت زراعت برای رسیدن یا پخته شدن میوه‌جات استفاده می شود. این اولین خصوصیت و ویژگی یا خواص فیزیکی الکین هاست. دومین ویژگی یا خواص فیزیکی که الکین ها داره، اگر یادتون باشه ما در رابطه با ساختار الکان ها گفته شد که الکان ها وقتی که با اکسیژن هوا یک جای میشه برای ما یک شعله آبی رنگ را تولید میکرد. الکین ها اگر با اکسیژن هوا
یک جای شود، برای ما شعله که تولید میکنه به همراه یک دود سیاه رنگ میباشد که در شکل زیر برای شما مشخص نشان داده شده است. در این قسمت شما سعی میکنید نگاه میکنید که الکان ها وقتی که با اکسیژن یک جای میشه یک شعله به این صورت تولید میکند، اما الکین ها رو دقت کنید، میبینید که یک دود سیاه رنگ در کنار شعله ظاهر میشود و همچنان مشاهده میکنید که شعله ای که در اثر سوختن الکین ها تولید میشه بسیار بلندتر و بیشتر میباشد. این فرق و خصوصیات، فرق است بین الکین ها و الکان ها و خصوصیت فیزیکی الکین ها. دیگه از جمله خصوصیات فیزیکی الکین هایی است که نسبت به الکان ها فعالتر می باشد. چرا؟ چون الکین ها یک نوع، بیشتر یاد گرفتیم که یک نوع هایدروکاربون غیر مشبوع می باشد. هایدروکاربون های غیر مشبوع در تعاملات کیمیایی بسیار فعال می باشد چون غیر مشبوع است. اما الکان ها نه. الکان ها اگر در درس های گذشته یادتان باشد، یک نوع هایدروکاربون مشبوع بود. رابطه اشتراکی ما بین اتم های کاربون یک رابطه اشتراکی یگانه بود. به همین خاطر دوست نداشت که در تعاملات کیمیایی شرکت کند چون مشبوع بود. در شکل زیر شما مشاهده میکنید خصوصیت الکین ها را. در این قسمت الکان برای شما نشان داده شده است که با اکسیژن یک جای شده است و در اثر سوختن آن میبینید که در اثر سوختن آن در شکل زیر شعله آبی رنگ ظاهر شده است. اما الکین ها به عنوان مثال مرکب هگزین که یک الکین می باشد، وقتی که با اکسیژن هوا یک جای می شود و در اثر سوختن آن می بینید که شعله بیشتر و دودی بیشتری ظاهر شده است. این نشان می دهد که هر چقدر شعله بیشتر باشد به این معنا که فعالیت مرکب مورد نظر ما بیشتر است. پس الکین ها فعالتر نسبت به الکان ها می باشد چون شعله بیشتری تولید می کنه و تعاملات آن بیشتر می باشد. اگر یادتان باشد شاگرد ها، در رابطه با الکان ها ما اشاره کردیم که به الکان ها ما پارافین هم می گفتیم. چرا؟ چون پارافین به معنای کم میل بود و الکان ها یک نوع هایدروکاربون مشبوع بود که دوست نداشت در تعاملات کیمیایی شرکت کند. به الکین ها ما اولفین میگیم. با کلمه اولفین یا میگیم اولفین یا میگیم الکین. اولفین به معنای تلساز یا روغنساز گفته می شود که یکی از خصوصیات بارز الکین ها می باشد. از اولفین ها در صنعت پلاستیک سازی استفاده می شود. در این قسمت شما مشاهده می کنید که یکی از کاربرد های بسیار مهم الکین ها است. خب تا به اینجا شما با ساختار الکین ها آشنایت پیدا کردین شاگردای عزیز و نازنین، یاد گرفتین که الکین ها چی است و دارای چه خصوصیاتی است، فرمولشان به چه قسم است و چه خصوصیات فیزیکی دارند. در ادامه می‌خواهیم با شما نامگذاری الکین ها را کار کنیم که چه قسمی ما می‌تونیم یک الکین، یک مرکب الکین را نامگذاری کنیم. در نامگذاری الکین ها ما همونطور که در نامگذاری الکان ها به چند نکته باید دقت میکنیم، چند مرحله را انجام میدادیم، در نامگذاری الکین ها هم ما باید چند مرحله را انجام بدیم. مرحله اولی است انتخاب طویلترین زنجیره کربنی که دارای رابطه دوگانه باشد. یک زنجیره ای که بیشترین تعداد اتم کربن را انتخاب میکنیم به عنوان زنجیره اصلی، که دقت کنید که در زنجیر رابطه دوگانه به طور حتم موجودیت داشته باشد. بعد از اون شروع میکنید به شماره گذاری یا نمبر گذاری کربن ها. نمبر گذاری را به قسم انجام میتین و از طرفی انجام میتین که به رابطه دوگانه نزدیکتر باشد. این خوب دقت کنید. و در مرحله آخر هم در وقت نامگذاری، اول نمبر کربنی که در آن رابطه دوگانه وجود داره نوشته می کنید و بعد از اون نام الکین مورد نظر رو با پسوند ENE نوشته می کنید. نظر به تعداد اتم های کربن، نام الکین مورد نظر رو نوشته می کنید. خب
این را به خاطرتان بسپارین. این مراحل را می‌خواهیم با هم یک سوال در رابطه با نامگذاری الکین‌ها کار کنیم. سوال قسمی است. نام الکین‌های زیر را نوشته کنید. خب با کمک هم می‌رویم برای تخته سیاه نام سه مرکب یا سه الکینی که برای شما داده را با توجه به مطالبی که پیشتر براتون گفتم نوشته می‌کنیم. خب ساختارهایی که براتون داده شده را نوشته می‌کنم. CH2 یه اولین مرکب است، دومین مرکب CH2 دو رابطه CH رابطه CH2 و رابطه CH3. خب مرکب بعد CH3 رابطه CH دو رابطه CH رابطه CH3. خب نام هر کدام را می‌خواهیم نوشته کنیم با توجه به مراحلی که پیشتر براتون گفتیم. خب مرکب اول دقت کنید شاگرد عزیز، مرکب است با دو اتم کربن. اولین مرحله چکار میکردیم؟ طویل ترین زنجیر انتخاب میکردیم با عنوان زنجیر اصلی که رابطه دوگانه هم در آن موجودیت داشته باشه. خب چون دو اتم کربن داریم زنجیره اصلی ما میشه همین زنجیری که داریم. مرحله اول شروع با نمبر گذاری میکنیم به قسمی که به رابطه دوگانه نزدیکتر باشیم. برای ما فرق نمیکنه از قسمت نمبر گذاری کنیم یک دو یا از سمت راست شروع کنیم. خب مرحله آخر نمبر کربونی که داره رابطه دوگانه است و در آخر هم نام الکینی مورد نظر را نوشته میکنیم. دقت کنید شاگردای عزیز، چون در این ساختار دو اتم کربن داریم که ساده ترین نوع الکین ها میباشه، ما برای راحتی کار نمبرها را نوشته نمی کنیم، فقط نام الکین مورد نظر را نوشته میکنیم. نام الکین مورد نظر با دو اتم کربن میشود ایتین که در قسمت نوشته میکنیم. با پسوند ای که مشخصه الکین ها میباشد. این میشه نام مرکب اول. مرکب دوم نامگذاری میکنیم. مرحله اول زنجیره اصلی رو انتخاب میکنیم که دارای رابطه دوگانه باشه و طویل ترین زنجیر هم باشه. خب زنجیر ما میتونه همین زنجیر راست زنجیر باشد. خب در این فصل شاگردای عزیز شما با الکین هایی که راست زنجیر هست سرکار دارین و کار میکنید. در صنف های بالاتر صنف 12 شما با الکین هایی که دارای معاوضه یا شاخه می باشه کار میکنید که در اونجا شما مرحله اول که انتخاب طویل ترین زنجیر می باشه که دارای رابطه دوگانه است در اونجا فرق میکنه که باید بیشتر دقت کنید. خب مرحله اول زنجیره اصلی را انتخاب کردیم. مرحله دوم شروع به نمبرگذاری کربن ها میکنم. از سمت نمبرگذاری را آغاز میکنم که به رابطه دوگانه نزدیکتر باشیم. خب از این سمت اگر من شروع کنم میشه 1 2 3 4. خب اگر از این سمت شروع کنم 1 2 3 4 از این سمت به رابطه دوگانه من نزدیکتر هستم، پس نمبرگذاری هم از همین سمت نوشته می شود. 1 2 3 و 4. خب مرحله بعد شروع می کنم به نوشتن نام مرکب. اول نمبر کربنی که دارای رابطه دوگانه می باشد. خب نمبر شماره 1 من نمبر 1 برای کربن نمبر 1 من رابطه دوگانه قرار گرفته است، پس نوشته می کنم 1. بعد از او نام الکین مورد نظر. نام الکینی با 1 2 3 4 اتم کربن می شود بیوتین با پسوند ای که نامش را نوشته می کنیم. 1 بیوتین
یک بیوتین نام الکین است که رابطه دوگانه بر روی کربن نمبر دو، نمبر یک قرار گرفته است. و اما مرکب سوم، این را هم همکاری کنید که نامش را نوشته کنیم. مرحله اول انتخاب زنجیره اصلی که میشه این زنجیره ما، درست است. مرحله دوم شروع به نمبر گذاری میکنیم، از سمت نمبر گذاری آغاز میکنیم که به رابطه دوگانه نزدیکتر باشه. مگر از این سمت نمبر گذاری آغاز کنم میشه 1 2 3 4. خب اگر از سمتی راست نمبرگذاری را انجام بتوم 1 2 3 4، من از هر سمت که نمبرگذاری را آغاز کنم میبینم که به رابطه دوگانه به طور یکسان فاصله داره، پس فرقی نمیکنم من از کدام سمت نمبرگذاری را آغاز کنم. من نمبرگذاری را از سمت انجام میدم، سمتی چپ 1 2 3 و 4. خب مرحله اول شروع میکنم به نوشتن نام مرکب. اول نمبر کربنی که دارای رابطه دوگانه است چند است؟ دو است. پس نامش نوشتم، نمبرش نوشتم کنم دو. و در آخر نام الکین مورد نظر. نام الکینی با 1 2 3 4 اتم کربن می شود بیوتین که نامش را می نویسیم بیو دو. بیوتین نام الکینی می باشد که رابطه دوگانه بر روی کربن نمبر دو قرار گرفته است. پس این میشه نامگذاری الکین ها که ما و شما امروز یاد گرفتیم. خب شاگرد های عزیز و نازنین، درس امروز ما در اینجا به اتمام میرسید. میخواییم که نکات مهم درسی را که امروز ما و شما یاد گرفتیم با هم جمع‌بندی کنیم و مرور کنیم. امروز ما و شما یاد گرفتیم که الکین ها دارای چه ساختاری می باشد. گفتیم به هایدروکاربون های غیر مشبوک که دارای رابطه دوگانه باشه ما الکین می گفتیم. فرمول عمومیش یاد گرفتیم که CnH2n است. و بعد از او خواص فیزیکی الکین ها را یاد گرفتیم که الکین ها در اثر سوختن به همراه شعله خود یک دود سیاه رنگی را ظاهر می کند و نسبت به الکان ها مرکبات فعالتر می باشد، به خاطر که غیر مشبوع است. و همچنان یاد گرفتیم که یک ساده ترین مرکب الکین ها اتیلن می باشد که در صنعت زراعت برای رسیدن میوه‌جات استفاده می شود. سایکلو الکان ها را با هم یاد گرفتیم که به الکان های حلقوی ما سایکلو الکان ها می گفتیم. فرمول عمومی آنها CnH2n بود. ان تعداد اتم های کربن، دو ان تعداد اتم های هیدروژن برای ما مشخص میکرد. و نامگذاری سایکلو الکان ها را یاد گرفتیم که اول کلمه سایکلو را نوشته میکردیم و در آخر هم نام الکان مورد نظر را با توجه به تعداد اتم های کربن نوشته میکردیم. این خلاصه ای از درس امروز که ما و شما با هم کار کردیم و یاد گرفتیم. امیدوار هستم که درس امروز را خوب یاد گرفته باشین شاگرد ها. شما را به خداوند منان می سپارم. خدا یار و نگهدار همگی شما باشد.